گیمزکام نمایشگاهی که سالانه در آلمان برگزار میشه و همونطور که از اسمش پیداست در حوزه گیم و بازیه. گزارش بامداد اسماعیلی رو ببینید از این نمایشگاه که سری هم به غرفه ایران زده. نمایشگاه گیمزکام در کلن، نمایشگاهی که در اون هم میرقصی، هم میرونی، هم با چهره های سرشناس برخورد میکنی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای اولین بار از گیمزکام بازدید کرد. حالا آیا دلیلش اینه که کمتر از یک ماه دیگه انتخابات آلمان برگزار میشه یا اینکه علاقه شخصی خانم مرکل اونو فقط خودش میدونه؟ نمایشگاه گیمزکام امسال از همه نظر رکورد شکسته. اولا مساحتش بزرگتر شده، بیش از 200,000 متر مربع. دوما اینکه ارائه کننده هاش هم بیشتر شدن، بیش از 900 ارائه کننده از 54 کشور دنیا اینجا حضور دارن. یکی از اونا ایرانه که میخوایم منم بریم سراغ غرفه شون. امسال ایران با 9 شرکت تولید کننده بازی‌های کامپیوتری به گیمزکام اومده. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران هم هر سال در این نمایشگاه حضور داره. حالا مثلا فرشان اینجا الان ما سیبایی که کاشتیم. نورترن فارم یک بازی مزرعه‌داریه که در اون باید میوه بچینی، شیر گاو رو بدوشی و زراعت کنی. بازی رو ما با این رول کرد تو ایران درست کردیم که از محصولی که آشناس برای مخاطب ایرانی استفاده کنیم. واسه همین مثلا فرض کنید کشک بادام جون گذاشتیم تو بازی، نمیدونم مثلا سبزی پلو با ماهی گذاشتیم، مثلا فرش ایرانی داریم تو بازی. بعد خب اتفاقی که افتاد واسه خودمون خیلی سورپرایزینگ بود، اینکه خانم‌ها عاشق بازی شدن و یه عالمه کاربر خانوم الان داریم و فیدبک خیلی خوبی ازشون گرفتیم. بعد یه تست اولیه رفتیم برای مارکت‌های خارجی، باز با همین اپروچ، اینکه صرفاً از آیتم‌هایی که آشناست برای مخاطب استفاده کنیم تو خود بازی. سال گذشته گردش مالی صنعت بازی‌های کامپیوتری در ایران حدود 250 میلیون دلار اعلام شده. طبق آمار رسمی هم در ایران حدود 23 میلیون گیمر هست. الان برای مخاطبای سن بالاتر هم توی ایران جذابتر شده. همونجوری که میدونید شاید قبلا ما پدرها که بچه‌ها بازی می‌کردن گفتن این به نظر داره بازار رو به رشدی داریم ما یا داره بهتر میشه. همونجوری که گوشی‌های هوشمند داره بیشتر میشه، میزان فروش کنسولا توی ایران داره بالاتر میره. پی‌سی گیمرها بهتر شدن و یاد گرفتن ایرانی‌هام هزینه کنن برای بازی‌هاشون و دارن کم کم از بازی‌های کپی و اغلبی دورتر میشن و روی آوردن به بازی‌های اورجینال. در ایران حدود 400 شرکت بازی‌سازی فعالیت دارن. اونها سالانه بیش از 150 بازی کامپیوتری می‌سازن. بازی خالق‌رضی یکی از بازی‌های جدیده. خالق‌رضی آخرین بازیمونه که برای کنسول PS4 که انشالله تا چند ماه دیگه میاد وارد بازار جهانی میشه. حالا تو اروپا و آمریکا. داستان بازی چیه؟ بازی در مورد یه پیرزن که برگرفته شده از همون داستان خالق‌رضی کدو قلقل زن هست، که داستان اینجوریه که این پیرزن توی یه روستایی داره زندگی میکنه که به بچه‌ها آموزش میده. بچه‌های اون روستا همه مخترع و دانشمندن و براساس اتفاقی میان بچه‌های اون روستا رو میدوزن و خالق‌رضی یه پیرزن سرزنده و شادابه که میره دنبال پیدا کردن بچه‌های اون روستا. به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه گیمزکام، این رویداد برای شرکت کنندگان موفقیت‌آمیز بود. هم بازی‌ها مورد استقبال قرار گرفت و هم قراردادهای مهمی امضا شد. علاقه‌مندان صنعت گیم هم ساعت‌ها در صف ایستادن تا بالاخره نوبتشون بشه و بتونن بازی‌های جدید رو امتحان کنن. امسال با حضور بیش از 350,000 بازدید کننده از 106 کشور، گیمزکام رکورد دیگری را هم شکست. در هفته‌ای که گذشت اینستاگرام